درود بر هم میهنان گرامی. درود فروان هم میهنان گرامی در این روز فرخنده. بله، امروز تیرشیت از هفته و در واقع جشن تیرشیت سوری هم هست. 27 اسفند ماه سال 12354 از کیومرث مه میترایی برابر است با 17 مارچ 2021 ترسویی. بله، تیرشیت یا جشن تیر، جشن تیرگان؟ نه، جشن تیرشیت سوری. پس با تیرگان درسته چون بله تیرگان، چون روز تیر از ماه تیره. بله. تیرگان. خب تیرشیت سوری پس جشن آخرین، در واقع آخرین جشن آتش در سال هست که ما کرمونی ها چهارشنبه شب می گرفتیم، نه اون مسخرگی که امروز برقرار شده در سر تا سر ایران سه شنبه شب می گیرنش که بشه شب چهارشنبه. اینا همه کارهای جهود و عرب جهودان هست. بله، امروز خیلی هم با همخوانی داره با بخش شاهنامه که با اون رسیدیم و اون هم گذشتن سیاوش از آتش هست. اتفاقا درست اونجایی. بله. که بسیار میمون به گفته مشهور و فرخنده. خب پس من چی؟ من این گذار سیاوش بر آتش رو بخونم؟ بله. شما گفتار دیگه ای نداری؟ من فقط چند میتونم در نخست برنامه رو عنوان بکنم که این جشن که آخرین جشن آتش در سال هست یکی از کهن‌ترین جشن‌ها هست که ما به گستردگی این رو باز کردیم، اسطوره ها و تاریخی که بهش در پیوند است که باز همین تاریخ سیاوش به 8700 خورده ای سال میرسه پیش. برنامه هم داشتیم زمانی که کدبان مازیار هم با ما بود یادم. بله، چند سال پیش که حدود 6-7 سال پیش که ما برنامه ها گاه شمار و جشن های سال رو بازگشایی میکردیم به گونه دانشپایه از اسطوره هامون، این برنامه رو داشتیم. دوستان رو چه بخشیه؟ بله، دوستان رو رجوع میدم به آرشیو گاه شمار و جشن های همین کانال زند کرمانی، به آرشیو رو مراجعه کنید و تمام جشن ها در اونجا هست و جشن تیرشیت سوری هم همچنین. این جشن که جشن نخستین جشن های ما، بسیاری جشن های آتش در طول سال داریم که میشه گفت از مهرگان آغاز میشه و سپس در شب چله یا یلدا رو داریم، جشن آذرگان هم پیش از اونه و بعد جشن های سده و همچنین آخرین جشن که تیرشیت سوریه. و اسطوره این رو که در پیوند با آتش های بهرام که در باستان در جای جای ایران ما نگاهداری میکردیم هم پیوند هست با اسطوره بهرام و که بسا ایزد رزماوری و جنگاوری است بر علیه کلن اساسا این رسم بسرا آتش جنگ راستی با اهریمن سفدی و دروچ هست. درسته. بله. یا راستی با اهریمن یا بله. یا اهورمزد با اهریمن، همیهنان اشتباه نکنن این زرتشتیگری جود ساخته زشت و خطرناک و جاسوس رو هیچ وقت ربط ندن به فرهنگ ایران یا بله. یا آتشکده های ایران که اینا تیک اوور کردن، یعنی بر اینها رو از ما دزدیدن و به اسم خودشون طبق چیز جهودان زرتشتیگری راه انداختن. مثل اون کارهای سومریان و اکادیان و بابل و آشور و ابری و عرب و اینا همه یک جور در دست جهودان مونوپول شده الان و ازش مذاهب ابراهیمی نوع ابراهیمی ساختن به قول معروف و جاسوس. خب. بر روی این جشن ها و اسطوره هاشو بر اساس داستان ها و اسطوره ها دانش هایی که در یشت ها موجود هست و در داستان آرش کمانگیر و بسیار رزم آرش برای همپارچه نگه داشتن سرزمین ایران، اینها همه ربط داره، اسطورهای تشتریشت و اینها رو باز کردیم در برنامه جشن تیرشیت سوری، همونگونی که گفتم در آرشیو گاه شمار و جشنا برین بازدید کنید و به دقت اون رو خواهید یافت. خب پس من این بحث رو بکنم. بله. خب.
اگر جایی بغض گلو منو گرفت دیگه شما باید تکاور کنید تا من دوباره یک حتما ذره آب بخورم دوباره. البته من نگاه نکردم. بله حتما باش چشم. ببندیسم. خب همیاران گرامی، حتما بیاد دارید که رسیدیم به گذشتن سیاوش یا گذار سیاوش از آتش یا گذشتن سیاوش بر آتش، و دو خط آخری که خوندیم: به پور جوان گفت شاه زمین، که رعیت چه بیند کنون اندر این. اون پدر سیاوش آقای کاووس، کیکاووس، کاووس که همش بله دردسر درست میکنه برای ایرانیان، بله همین بود دیگه، بله همش همش رستم باید میرفت نجات میداد، بله. یا با دیوای مازندران میرفت در مازندران، یا گیرش گیرش مینداختن. مینداختن، یا در هاماوران آن سوی یمن و اینها. کنن خب بله مثل شاههای به قول معروف اخیر ما، آشغال ها نمیدونم، آمم رضا و نمیدونم آدم خارهای ترک صفوی و سلجوق صفوی و و سلجوق و قاجار و قاجار خب بله نبود، هیچ ربطی نداشت، یعنی شاه ایران بود، وابستگی و مزدورم نبود مثل این شاه اخیر. شاید چیزی به بزرگی شاههای دیگر ما، اما مشکل دار بود، خیلی خیلی اشکال داشت، درد سر درست بیکرد. اینجا هم میبینیم که اون فرهی رو که یک شاه باید داشته باشه که راستی رو، حقیقت رو، راستی رو از دروغ به سرعت بازشناسی بکنه نداره، و یه ذره تای دلش باز شک کرده به سیاوش که خب حتما این زنکه پست فطرت شاید راست میگه، این سوداوه. سودابه یک تازی کثیف. ولی خب من خوشحالیم از اینی که نه رستم با این سودابه چه میکنه، عجب بله بیشتر خودت خیلی لذت میبری که این میکشه و گردن این رو پرت میکنه. بعد خب حالا میرسیم بعدا، بله پس این شاید آقا کابوس ما، این کابوس کی بله به پور جوان به فرزندش میگه که رعیت چه بیند کنون اندر این، اینکه میگن آتش نشون میده که کی گناهکاره. ما اینو حتی در بعضی قبایل آفریقای شمالی که نزدیک به فرهنگ ایران بودن هنوز میبینیم که اینا اگه کسی دروغ بگه، اینا موقعی که میخوان آزمایشش بکنن، یک چوبی که یه مقدار در حال سوختنه یا یک چاقوی داغ رو میبرن نزدیک پای این، یا میکشن روی پا، اون که میترسه و به خودش مطمئن نیست پاشو میکشه و در به اصطلاح نشون میده که آدم جبون و ترسویه، ولی اون کسی که به راستی معتقده حتی واقعا بدن خودش رو طوری نگه میداره از انرژی که اون گزندی گزندی نمیرسه. نمیرسه. واقعا این بله گونه هم هست، من خودم تجربه کردم، واقعا این گونه است، اینا هوکس پوکس نیست، اینا واقعیته. به هر حال کار با انرژی، همه چیز از انرژی، و همه چیز لایه های گوناگون راستی و فیزیک کوانتوم و فیزیک، کوانتوم فیزیک و انرژی راز و راز رمزهای و رمز هستیه. هستن. بله خب پس میگه به پور جوان گفت شاه زمین، که رعیت چه بیند کنون اندرین. میخوای جاین آتش رو چیز کنیم، همتون آزمایش کن. به آزمایش کنیم. پاسخ چنین گفت با شهریار، سیاوش به پدرش میگه که دوزخ مراز این سخن گشت خوار. این حرف چیه که من میخوام یا نمیخوام، این حرفی که بزنین، یعنی حتی دوزخ برای من به قول معروف از جای خاری خواهد بود، یعنی من خیلی بالاتر از این هستم که بخوام اینو گفتاری در این باشه. اگر کوه آتش بود بسپرم، از این ننگ خاری است گر نگذرم. خب پس گذشتن سیاوش بر آتش، از اینجا میگه: پراندیشه شد جان کاووس کی، ز فرزند و سودابه شوم پی. از این دو یکی گر شود نابکار، از این پس که خواند مرا شهریار. یارو نگران خودشه، واقعا این مقدار اشکال داشته این کاوش. چو فرزند و زن باشدم خون و مغز،
فرزند مثل خونمه، زنم مثل مغزه، یا مغز خر. کرا پیش بیرون برد کار نغز؟ کرا پیش بیرون شود کار نغز؟ یا کرا پیش بیرون شود کار نغز؟ همان به که از این زشت اندیشه دل بشویم، کنم چاره دل گسل. یا بهتر بگیم اندیشه دل بشویم، کنم چاره دل گسل. چه گفتن سپهدار نیکو سخن، یا نیکو سخن، که با بددلی شهریاری مکن. به دستور فرمود تا ساروان، ساروان این کسانی که اشتر رو به صدا یا حیون رو نگهداری میکنن، تا ساروان حیون آورد از دشت صد کاروان. اشتران زیادی رو حیونان به هیزم کشیدن شدند، همه شهر ایران بدیدن شدند. به صد کاروان اشتر سرخ موی، همی هیزم آورد پرخاش جوی. واقعا انگار میبره اونجا پردیسی بزرگ این شطورا با اون صداهاشون، با اون حالت پرخاششون، با اون غرههاشون. به صد کاروان اشتر سرخ موی، همی هیزم آورد پرخاش جوی. نهادن هیزم دو کوه بلند، شمارش گذر کرد بر چون و چند. پس دو تا کوه بلند که میونش یک راه کوه، یک راه بسیار باریکه، اینها این هیزم رو میگذارن. بدور از دو فرسنگ هر کس بدید، چون این گفت کین است بد را کلید. از دو فرسخی یا تقریبا 12 کیلومتر میشه، میشد چون این صحنه ای رو دید. اینقدر بزرگ بودن کوه آتشا، کوه هیزوما. همی خواست دیدن سر راستی، ذکار زن آید همه کاستی. ذکار آن زن آید همه کاستی. خب اینجا دیگه پردیسی بزرگ مطمئنه به خودش، میدونه که زن پارسا این رو به خودش نمیگیره، راحت میگه. حالا خط بعد میگه، خب پس همی خواست دیدن سر راستی، ز کار زن آید همی کاستی. چون این داستان سر به سر بشنوی، به آید تو را گر به زن نگروی. به گیتی به جز پارسا زن مجوی. اینجا میگه به زن نه، پارسا زن، پارسی، آریایی، آزاده، زن ایرانی. حالا این روزا مدت هاست، قرن هاست که این دلالان کثیف محبت برای میرن میفتن تو خونه های مردم ایران و میگن یه زن خوب برای دار، برای پسر دارم، یا یه شوهر خوب واسه دختر دارم. خب اینا این ژن کشی که این بیشرف ها میکنن که ژنشون اصلاح کنن، یا اصلا نفوذ در داخل خانواده های ایرانی و ساده دل. و واقعا خیلی خیلی مثل فراوان ما اینجا میبینیم که میارو اینجا، خب یه پسره که عادی ایرانی دکتراش میگیره، میره میکشونش ایران زن بگیر، یک شصافتی میندازن بهش، میاد اینجا زنی که چوب تو هر جنبترش میکنه، از هم جدا میشن، نصف پولش هم میکنه میبره. این اصلا قاعده شده. چند تا ما از اینا دیدیم. خیلی این گونه است، حواستون باشه همینان گرامی، بس خیلی کثیف‌تر از اون است که فکر میکنید. به گیتی به جز پارسا زن مجوی، زن بدکنش خاری آرد بروی. زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. خب پس آنگاه فرمود کاووس شاه، که بر چوب ریزند نفت سیاه. من از تو نهادن بر دشت هیزم دو کوه، جهانی نظاره شده هم گروه. گذر بود چندان که جنگی سوار، میانش به تنگی بکردی گذار. اینقدر باریک بود این راه بین این دو کوه هیزم که یک سوار به سختی به تنگی میتونست از میون این دو کوه هیزم رد بشه. پس آنگاه فرمود کاووس شاه، که بر چوب ریزن نفت سیاه. بیامد 200 مرد آتش فروز،
دمیدند و گفتی شب آمد به روز. نخستین دمیدن سپه شد سیاه شد زدود، نخستین دمیدن سیاه شد زدود، اول دود برخواست، زبانه برآمد پس دود زود، از پس اون دود زبانه های آتش و زود بیرون اومد. زمین گشت روشنتر از آسمان، جهانی خروشان و آتش دمان. سراسر همه دشت بریان شدند، بدان چهر خندانش گریان شد. بله بله، شما احساساتی شدید باز. بدان چهر خندانش گریان شدند، سراسر همه دشت بریان شدند، بدان چهر خندانش گریان شدند. سیاوش بیامد به پیش پدر، یکی خود زرین نهاده به سر. هشیوار با جامهای سپید، لبی پر ز خنده، دلی پر امید. یکی بارگی برنشست سیاه، همی گرد نعلش برآمد به ما. بله. پراکنده کافور برخیشتن، چنان چون بود ساز و رسم کفن. خب کافور که میدونید در زمان مرگ میریزن روی کفن. تو گفتی پیش از اون کافور رو یعنی آماده رفتن و به قول معروف جان بخشی شده بود. پهلوان این گونه هست، همه لحظه آماده، در هر درنگی آماده رفتنه. تو گفتی به مینو همی جست راه، نه بر کوه آتش همی رفت شاه. انگار که داره به بهشت میره. بله. چهره خندان. بله. بدان گه که شد پیش کاووس باز، پیاده شد از اسب و بردش نماز. رخ شاه یا کاووس بردش سپاس، اینجا میشه نماز هم پارسیه. پارسیه. رخ شاه کاووس پرشرم بود، سخن گفتنش با پسر نرم بود. سیاوش بدو گفت انده مدار. خب میبینی این فرزند باید اون پدر ابله یا نیمه ابله پند بده. بله. میگه ناراحت نباش از این مسخرگی که براه انداختی. بله. کز انسان بود گردش روزگار. بله. سری پر ز شرم و تباهی مراست، اگر بیگناهم رهایی مراست. وریدون که زین کار هستم گناه، جهان آفرینم ندارد نگاه. به نیروی یزدان ننیکی دهش، از این کوه آتش نیابم تپش. حتی قلبم بسیار تپش و ناراحتی نخواهد داشت که بدون هیچ گونه درنگی بعد یا تپش قلبی من به این کوه آتش میزنم. سیاوش چو آمد به آتش فراز، همی گفت با داور بینیاز. مرا ده از این کوه آتش گذر، رها کن تنم را زبند پدر. آره میبینید که بله که میگه که جهان آفرینم همی گفت با داور بینیاز. این اون چیزی که ایرانی ها امروز که گرفتار این اسلام وحشت کثیف جهود شدن یادشون باشه که خداوند یا نیروی هستی یا داور هستی یا دانش بیکران هستی یا انرژی بیکران هستی بی‌نیازه. احتیاج به دلار راست شدن شما ابلهان و دادن نذر و نیاز به آخوندهای کثیف جهود یا خریدن اینو وقف کردنش برای مافیای کثیف جهودان که اوقاف اسمشه، اینها ربطی به داور هستی نداره. اینا مسخرگی دکونای چارنبشیه که جودا براتون باز کردن زیر اسم اسلام، مسیحیت، جهودیت، بهاییت، زرتشتیگری، فاحشگی، گوخوری. خب نگمه توی زمان پردیسی گفتیم که بله. زیاد واژگان امروز برای این تازیان به کار نمی بره. البته امروز چون جنگ با اهریمنیه اشکال نداره. درست شد. خب پس میگه با داور بی‌نیاز گفت مرا ده از این کوه آتش گذر رها کن تنم را ز بند پدر. قشنگ اینجا میگه که سیاوش
که به خاطر این پدر ابلهی این پدرش این کار رو میکنه. بله. چو زین گونه بسیار زاری نمود، سپه را برانگیخت برسان دود. خروشی برآمد ز یا میشه گفت چو زین گونه بسیار گفتن نمود، چون زاری شاید حتی گفتار واژه پردیسی نباشه، خب میشه جای گفتن جاش کن. چو زین گونه بسیار گفتن نمود، سپه را برانگیخت برسان دود. خروشی برآمد ز دشت و ز شهر، غم آمد جهان را از آن کار بهر. از آن دشت سودابه آوا شنید، از ایوان به بام آمد، آمد آتش بدید. همی پدر سوخت رفت بالا که آتش نگاه خیلی بیشرمه. همی خواست کو را بد آید به روی، واسهش هم بدخواهی هم آرزوی کرده. بدخواهی که جودان نسبت به ما ایرانیان دارن به خاطر اون کینه و اون دشمنی ژنتیک مریضگونه شون. بله، حسادت و رشک عجیبی که اینها رو میخوره و همیشه در فکر بدخواهی ما ایرانیان هستن. این چیزی که قرنها هزاران سال همی خواست کورا بد آید بروی، همی بود جوشان و با گفتگوی. جوش و خروش هم در دلش بود. جهانی نهاده به کاووس چشم، زبان پر ز گفتار و دل پر ز خشم. سیاوش سپه را بدان سان بتاخت، تو گفتی که اسبش به آتش بساخت. یکی دشت با شگفتی آه بله شگفتی در آن بود که اسب سیاه، نمی داشت خود را ز آتش نگاه. انگار انرژی سیاوش به اون اطمینان اون اسب. راستی به اسب راحت اسب اون رو احساس میکنه، چون اونها در جانوران حیوانات در یک لول دیگری درک میکنن، نه با لاجیک یا به اصطلاح منطق، بلکه مستقیم همه چیز رو حس میکنن و میبینن و میبینی که اسب به هیچ روی از اون آتش نمیترسید، چون یه چیزی که خیلی طبیعیه که اسب باید از آتش فرار کنه، نمیترسید. شگفتی در آن بود که اسب سیاه، نمی داشت خود را ز آتش نگاه. ز هر سو زبانه همی برکشید، کسی خود و اسب و سیاوش ندید. پس پنهان میشه در میان این آتش بلند بلند و زبانه کش. یکی دشت با دیدگان پر ز خون، که تا او کی آید ز آتش برون. ز آتش برون آمد آزاد مرد، لبان پر ز خنده به رخ همچو ورد. یعنی کل شهر اون شهر که نظاره‌گر بودن، مردم دل نداشتن که این کی بیرون میاد و از آتش کی بیرون و این گونه با خنده سیاوش بیرون آمد. چه او را بدیدند برخواست قاو. نه این دمون. نیست که از آتش شاه نو رو خوندین؟ بله بله. که چه او را بدیدند برخواست او، که آمد از آتش برون شاه نو. پس این غوغایی که بلند شد، چه او را بدیدند برخواست غو، که آمد از آتش برون شاه نو. پس میبینیم که اینجا پردیسی بزرگ پیش از این داره این رو شاه میخونه، نه کاووس رو. بله. نه پدرش رو. مردم در دلشون این رو شاه دیدن، شاه راستی. بله. شاهی که فره راستینه شهریاری، فرحی که او همراه داره. بله. چنان آمد اسب و ردای سوار، ردای سوار که گفتی سمن داشت اندر کنار. البته اینجا جودا چیز دیگه نوشتن، قبای سوار. خب من تبدیلش کردم به ردای سوار که گفتی سمن داشت اندر کنار، انگار که اون با همراه با یک دسته گل داره. بله. اگر آب بودی مگر تر شدی، همی بر تنش جامه بیبر شدی. چو بخشایش پاک یزدان بود، دم آتش و باد یکسان بود. یکسان بود. بله. خیلی مهمه که المنت های هستی همه دوستان ما هستن، همه بدون شک، به جز زمانی که اشتباه به غیر راستی از اینها استفاده میشه، مثل اون چیزی که امروز در جامعه طبقاتی از همه چیز به عنوان استثمار انسان از انسان، انسان از محیط زیست، که خب همه چیز بر ضد انسان به هر حال باعث نابودی محیط زیست و سم و
مرض خواهد شد. این نتیجه کارهای مستقیمی که اینها کردند در این قرنهایی که جهان خوردند. بله. چو از کوه آتش به هامون گذشت، خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت. سواران لشکر برانگیختند، همه دشت پیشش درم ریختند. یکی شادمانی شدند در جهان. من فکر کنم حالتون بهتر شد. حالم که خوب بود. نه، یه جایی خوب دیگه با بغض میاد و باعث میشه شما بخونین که خب بسیار همان. یکی شادمانی شدند در جهان، میان کهان و میان مهان، همه شادمان شدند از کوچک و بزرگ، خرد و ریز و بزرگ. همی داد مژده یکی را دگر، همه هم دیگر مژده میداد که بخشود بر بیگنه دادگر. این گونه است. همی کند سودابه از خشم موی. خب این نتیجه جودبازیه. همی ریخت آب و همی خست روی، چو پیش پدرش و سیاوخش پاک. نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاک. خب این سمبول اینه که پاکی انسان آریایی با هیچ موجود دیگری بر روی زمین قابل مقایسه نیست. این که میگه چون ما اینجوری هستیم، ما این به خاطر اون فرهنگ آزادگی و اون ژن مهر و آزادگی که ده ها هزار سال باعث به وجود آمدن چنین موجودی شده، انسان آزاده، انسان پاک. نه انسان آزاده و ما انسان آریایی ها در واقع با تمام این گوهرها هم همسان و همسو هستیم. برای همین هم آتش و دود و خاک و اینها در واقع پاکیزه سازنده، پاکیزه کننده ما نیز هست. ما یعنی زمین پاک سازی های ما میکنه در واقع. بله. فرود آمد از اسب کاووس شاه، پیاده سپه بود پیاده سپاه. پس جلو این مجبور میشن از اون اسباشون بیان پایین، چه بزرگان و چه خودش خود کاووس شاه. که از تفتان کوه آتش برست، همه کامی دشمنان کرد پست. اینه، ما باید این کارو بکنیم. بدو گفت شاه ای دلیر جوان، که پاکیزه تخمی و روشن روان. چنانی که از مادر پارسا، دوباره اینجا تأکید میکنه پردیسی بزرگ، زن آریایی، زن پارسی، زن پارسا، زن پارسایی، انسان پاک. چنانی که از مادر پارسا بزاید شود بر جهان پادشاه. سیاوخش را تنگ در بر گرفت، ز کردار بد پوزش اندر گرفت. خب بیفایده. به ایوان خرامید و بنشست شاد، کلاه کیانی به سر برنهاد. می آورد و رامشگران را بخواست، همه کامها با سیاوش براند. می آورد و رامشگران را بخواند، همه کامها با سیاوش براند. سه روز اندر آن سو، در آن سور می در کشید. خب پس این شاه حسابی جشن میگیره به خاطر اینکه نبود بر در گنج بند و کلید. یعنی همه چیز پخش میشد میان مردمان. خب این فکر میکنم که کوتاه ما همین بخش خوبه، برای اینکه این بسیار بخش اساسیه، بسیار هم برای چهارشنبه شوند تیرشی سوری، هم بسیار یا چهارسبت سوری. برنامه تیرشی سوری رو دوستان در آرشیو گاه شمار و جشن ها بازدید کنند. خب شما اون پاسش هایی که شده، چون همش همیهنان گرامی میگن برنامه برنامه برنامه، 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 بله، تا زمانی که پرسش اساسی نباشه ما نمیدیم راجع به چی صحبت کنیم، چون همه چیز در ذهنمون هست اما دقیق نمیدیم. چند پرسشی که شما یادداشت کرده بودید اینجا بذاریم یا یه برنامه؟ نه، این برنامه رو میبندیم در یک برنامه جداگانه، هم اکنون یا هم اکنون میتونیم. بله. همیهنان پاینده باشید، پرتوان باشید. بدرود تا درودی دیگر.